امید معماریان، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک با ما هستن روی خط اسکایپ. وقتتون بخیر آقای معماریان. چقدر استیضاح ظریف محتمله؟ سلام بر شما بینندگان عزیز. به نظر من اینکه استیضاح آقای ظریف جدی باشه یا نه، اول بستگی مستقیم به نظر آقای خامنه‌ای داره. یعنی اگر آقای خامنه‌ای تصمیمشون این باشه که آقای روحانی باید مسیر دیگری رو در عرصه سیاست خارج پیش کنن و این پیام مجلس برسه، ایجاد اجماع علیه آقای ظریف به نظرم قطعی است و رفتنشون محتمل. دوم مسئله این هستش که آیا اظهارات آقای ظریف در مورد پولشویی هماهنگ با آقای روحانی بوده یا نه، و اگر بوده و این خطی بوده که ایشون دنبال میکنن، باید دید که آقای روحانی آیا از وزیر خودشون حمایت میکنن و در برابر نهادهای قدرتمند اعتماد نظر رهبری میستند، یا اینکه آقای ظریف قربانی اعتمادشون به پشتیبانی رهبر و خود آقای روحانی میشه. اگر به صادقای روحانی نگاه کنیم، میبینیم که ایشون در معادلات مربوط به توازن در معادلات توازن قدرت و نقش خودشون در اون احساساتی و سمج نبودن و همیشه به سمت قدرت برتر میل کردن و به همین جهت چرخش‌های جدی رو در ایشون میبینیم در سال‌های گذشته و اینکه پایبند نباشن به هیچ چیزی که خودشون قبلا گفتن و این پایبند نبودن به اصول و بازی‌های سیاسی و ایستاده نکردن در خصوص موازی که دارن از طرف آقای روحانی که یه سنتی در مورد ایشون هست، عملا میتونه که آقای ظریف رو در نگه داشتن شغلشون با مخاطره جدی مواجه کنه. مواردی که مطرح کردن ایشون آقای ظریف مگه چیز عجیبیه؟ پولشویی تو سیستم سیاسی اقتصادی ایران که به قول معروف آقایون بهشون برخورده؟ ببینید، حقیقتش خب این مسئله هستش که سالهاست با اقتصاد ایران عجین هست. در نظر داشته باشیم در زمان آقای خاتمی هم ماجرای اسکله‌های غیرقانونی، فرودگاه غیرقانونی مال نهادها مطرح شد و هیچگاه به نتیجه هم نرسیدش. الان وقتی ما از سوخت قاچاق و کالا و پولشویی صحبت می‌کنیم، به دلیل رقم‌های میلیاردی و حجمی که اینا دارن، امکان نداره بتونیم تصور کنیم که این ماجرا توسط قاچاقچی‌های مرزی و خرده‌پاها انجام میشه. به هیچ عنوانی هم چیزی نمیتونه سر داشته باشه. بنابراین در یک چنین حجمی شما باید بتونید از نظر لوجستیک و امکانات در حدی باشین که توانایی جابجایی کردن این منابع مادی رو داشته باشین، و این فقط در توان همون نهادهایی هستش که با پولشویی نفس میکشن و با پیوستن ایران به FATF مخالف هستن و حاضرن هر کاری بکنن که به هر حال مسیری که ایران از نظر دیپلماسی به سمت جهان خارج داری میره این قطع بشه. و بنابراین در جواب شما بگم که نه، پولشویی بخش بزرگی در ساختار اقتصادی کشور هستش و انقدر برای این نهادها منافع داره که حاضرن حتی وزیر خارجه کشور قربانی بشه و اعتماد کشورهای اروپایی که الان با ایران سعی کنن که یه جوری نظر ایران تامین کنن، اعتماد اونا رو متزلزل بکنن. ولی این حجم بزرگ پولی و این درآمدی که دارن هیچ جوری قطع نشه. ممنون از شما آقای معماریان.